یعنی تمرکز بدیم به چند نقطه، 9 نقطه. بقیه استان‌ها چجوری ارتباط برقرار می‌کنن و رابطه مدیریت سیاسی و اجتماعی و امنیتی با این مدیریت اقتصادی چجوری میشه، چجور میشه اینها رو با هم هماهنگ کرد. جالب بحث دیگه هم هست که من بعدا خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی متشکر. آقای رضایی بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. همطور که ملت عزیز و شریف اطلاع دارند، من با رمز یا زهرا یا زهرا یا زهرا به صحنه آمدم و انتظارم هم این است که هواداران من در روز رأی گیری با همین رمز انشاءالله به پای صندوق های رأی برند. و از طرف دیگر از همه هموطنان عزیز تقاضا میکنم که امشب برای شهدای انقلاب اسلامی، امام شهدا و علمای بزرگ راحلمان 3 تا صلوات بفرستند. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا من یه نکته رو عرض بکنم که در تو با مناظرات که البته انتظار میرفت از دوره قبل شروع بشه، خب حالا این دوره شروع شد و الحمدلله یک ابتکار خوبی بود که شفافیت اطلاع رسانی برای مردم، برای تصمیم گیری ها بیشتر بشه و من فهم میکنم که ابتکار خیلی خوبی بود. منتها من فهم میکنم ما باید از مناظرات در رابطه با خود موضوع مناظرات، یعنی مسئله تشکیل دولت آینده، بیشتر صحبت کنیم. یعنی بیایم از توانایی ها، از برنامه ها، از اینکه چیکار میخوایم بکنیم، اگه هر کدوم از ما رئیس جمهور شدیم چه تغییر و تحولی میخوایم درست کنیم، به چه سوالاتی میخوایم پاسخ بدیم، در حقیقت بپردازیم. البته لازم این کار نقد گذشته هم هست، ولی قاعدتا باید در کنار نقد گذشته حتما از برنامه ها هم صحبت بشه. ضمن این که روش مناظره باید به ایجاد امید و نشاط و شادابی و در حقیقت یه گام به جلو برداشتن تاریخی یه ملت منجر بشه. حالا اگر ما بیایم در صحنه مناظرات اصلا بازی رو عوض کنیم، مثلا میدان بازی عوض بشه بره یه جای دیگه، خب این به معنی این است که ما نمیخوایم حقایق برای مردم روشن بشه و اصلا نمیخوایم موضوع اصلی مورد بحث قرار بگیره. و من از جناب آقای احمدی نژاد تشکر میکنم که مسئله رو برد رو اون بحث برنامه ها. در قدشون یه سؤالی در مورد یکی از پیشنهادات من ارائه کردند که حالا من به این پاسخ میدم. منتها لازم میدونم که برای اینکه به همین سؤال پاسخ بهتری بدیم، اول من یه نگاهی بکنم به وضعیت اقتصادی کشور، یه پیشبینی از آینده بکنیم و ببینیم که حالا چی کار میشه کرد که این مشکلات ما حل و فصل بکنه. ما امروز هم تورم داریم هم رکود داریم، هر دو رو با هم داریم. تورم همون چیزیست که بانک مرکزی اعلام کرده. آقای احمدی نژاد هم در 50 باری که در از تورم تو کشور صحبت کردن، 48 بارش متوسط تورم سالانه رو گفته، بر همون اساس شاخصی که ایشون صحبت کردن تورم الان 25% است. بیکاری هم 12.5% است که الان من نمودار دارم اگر لازم شد ارائه میکنم. این نشون میده که ما الان وضع خوبی نداریم، یعنی وضع اقتصاد ما الان وضع خوبی نیست. از طرف دیگه دو تا از بازارهای اصلی کشور ما، یعنی بازار پول و بازار سرمایه، دوچار مشکل هستند. بازار پول ما با 35 هزار میلیارد تومان معوقه بانک ها مواجه است. عملا اون گردش پول قفل شده، یا اگر نگیم قفل شده
خیلی کند شده، اون تحرک واقعی خودش نداره. بازار بورس هم با توجه به اینکه از 11000 به حدود 8000 رسیده، اون کشش لازم رو برای جذب پسندازهای مردم و هدایت این پسندازها به سوی سرمایه گذاری، اشتغال، تولید رو نداره. از طرف دیگر رشد سرمایه، متوسط رشد سرمایه گذاری در 4 سال گذشته حدود 4.7% بوده. خب متوسط رشد اقتصادی 6.2 بوده. با این وضع ما متوجه میشیم که اقتصاد ما وضع خوبی نداره. اما آینده رو اگر بیایم نگاه کنیم، نهادهای بین المللی نشون میدن وضع آینده اگر روند همینطور پیش بره خوب نخواهد بود. مثلا رشد اقتصادی پیش بینی این است که امسال کمتر بشه، سال آینده باز کمتر خواهد شد و به طوری که ممکن تا 2 سال آینده به زیر 4% برسه. خب ما مشکل کاهش قیمت‌های نفت رو هم داریم، لذا درآمدهایی که در این 4 سال گذشته فراوان پیدا شد قاطعا نخواهیم داشت. تراز تجاریمون الحمدلله الان مثبته، مثبت 18 است، ولی سال آینده پیش بینی صندوق بین المللی پول این است که منهای 13 خواهد شد. و البته این هم باید اشاره بکنیم که در سال 1386 ما کل ذخایر ارزیمون که مصلحت نیست ما عدد بیاریم چون باید اعداد حفظ کنیم، اما میشه میزان کاهشش رو گفت، ما 20% کاهش داشتیم، در حالی که عربستان سعودی الان 400 میلیارد دلار ذخیره داره، لیبی و الجزایر 100 میلیارد دارند. خب اینا نشون میده که وضعیت اقتصادی ما خوب نیست. حالا اگر ما اینو مقایسه بکنیم با اون چیزی که بایستی در چشم انداز بهش میرسیدیم، یعنی رشد باید 8% میشد، نرخ سرمایه گذاری خیلی باید بیشتر از اینها میشد و تورم هم باید یک رقمی میشد، بیکاری هم باید یک رقمی میشد، ضریب جینی هم باید به یک وضعیت بهتری از این میرسید. خب پس ما نشون میده که وضع فعلیمون خوب نیست، وضع آیندهمون ممکنه بدتر از این باشه، نسبت به گام اول چشم انداز هم ما عقب هستیم. خب من اینجا سوالم از برادر عزیزمون آقای احمدی نژاد این است که حالا چه من رئیس جمهور بشم چه ایشون رئیس جمهور بشه، ما باید یه راهکاری برای خروج از این وضعیت داشته باشیم. سوال من از ایشون این است که حالا اگر ایشون رئیس جمهور شدن این وضع چطور میخوان علاج کنن؟ آیا با همین شیوه 4 سال گذشته ایشون میخوان اداره بکنن؟ که خب باید علل رو توضیح بدن که چه موانعی بوده، آیا به ابتکار جدیدی رسیدن میخوان انجام بدن. همینجا من عرض بکنم که من هیچ رئیس دولتی رو کاملا سیاه و سفید نمیدونم، یعنی معتقدم آقای احمدی نژاد هم کارهای مثبتی انجام داده، همیشه هم تو صحبت هم گفتم، اما میزان کاستی هایی که در دولت ایشون هست اگر برای آینده ایشون برفرض که رئیس جمهور بشن فکر جدی نکنن، این مجموعه نه تنها خوبی نیست بلکه ما را از برداشتن گام های بلند در چشم انداز هم باز میداره. در مورد سوالی که ایشون مطرح کردن، سوال کاملا درستی هست، ما فدرالیسم اقتصادی میگیم نه فدرالیسم کامل، و یعنی در اقتصاد ما کشور به صورت منطقه‌ای اداره میکنیم، اما در بعد سیاسی دفاعی امنیتی کشور رو متمرکز از تهران اداره میکنیم. حتی ممکنه این 30 تا استان رو ما به 40 تا استان برسونیم، 40-45 تا استان خواهد شد که استانها کوچکتر بشن از نظر سیاسی دفاعی امنیتی، ولی از نظر اقتصادی اداره کشور بزرگتر میشه و 9 نفر رو در حد معاون رئیس جمهور من بر سر این 9 منطقه خواهم گذاشت که اختیارات کامل در بعد مسائل اقتصادی، علمی، فنی و تجاری در حقیقت داشته باشن، کشور رو اداره بکنن. رابطه شون با مدیریت های سیاسی چون کاملا یه تقسیم کار کاملی صورت گرفته کاملا روشن است، کلی مسائل سیاسی دفاع امنیتی رو
از طریق تهران عمل میکنن، اما در بعد هماهنگی ها در هر منطقه‌ای که ممکنه مثلا 9 تا